تکنیک هایی برای بهبود لحجه به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد در این درس می خواهیم در خصوص تکنیک هایی صحبت بکنیم که باعث بهبود لحجه شما و کاهش لحجه انگلیسی شما خواهند شد بسیاری از مشکلات تلفظی که زبان آموزان با آنها مواجه هستند در نتیجه مشکلات انتقال زبانی و یا استفاده غلط از صداهایی است که در زبان مادری خود برای ادا و بیان حروف و کلمات به کار میبرند بنابراین مشکلات تلفظی که شما ممکن از اون رنج ببرید احتمالا مشکلاتی است که دیگر زبان آموزان هم زبان شما هم با اون مواجه هستند. به عنوان مثال وقتی که یک انگلیسی زبان به شما میگه که شما لحجی روسی یا چینی دارید در واقع این اشکال شما در لحجه رو تایید میکنه. به عنوان مثال 70 درصد اسپانیایی زبان ها در, در تلفظ استی در کلمه استیک مشکل دارند در حالی که چینی زبان ها هیچ مشکلی در تلفظ این کلمه ندارند نکته ها و تکنیک هایی که در ادامه گفته میشه به شما کمک میکنه تاثیر زبان مادری خود بر انگلیسیتون تون رو کاهش بدید و به طور کلی لحجه بهتری در صحبت کردن داشته باشید. به حرکات دهان انگلیسی زبانان دقت کنید. موقع تماشای برنامه های زبان اصلی به خصوص فیلم های آموزشی و فیلم های سینمایی یا سریال ها همزمان با پیروی از تکنیک های گفته شده قبلی به حرکات دهان گوینده خوب دقت کنید. اون چرا که گفته میشه رو با صدای رسا تکرار کنید و لحن صدای او رو تقلید کنید با صدای رسای خودتون چند بار کلمات و جملات رو تکرار کنید مرور کلمات و جملات در ذهن کافی نیست با صدای خودتون که خودتون بشنوید تکرار کنید اجازه بدید زبان شما و عضلات دهانتون ادای اون کلمات و جملات رو تمرین کنن و فرا بگیرن شمرده صحبت کنید تا وقتی که لحن و اسوات انگلیسی رو به خوبی فرا نگرفتید شمرده صحبت کنید اصلا نیازی نیست که سریع صحبت کنید اگر شما سریع و با لحن و تلفظ غلط صحبت کنید انگلیسی زبانان در فهم آنچه که میخواهید بگید مشکل پیدا میکنند همچنین اگر شما به اشتباه صحبت کردن خود ادامه بدید این اشتباهات در ذهن شما موندگار خواهند شد و بعدها رفع این ایرادها و اشکالات کمی سخت خواهد بود نیازی به عجله نیست تکنیک آهسته و پیوسته رو که به یاد دارید از این تکنیک حتما پیروی کنید آهسته و پیوسته پیش برید و آهسته و شمرده صحبت کنید از دیکشنری درست استفاده کنید امروزه با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و روی کار اومدن دیکشنری های الکترونیکی شامل دیکشنری های کامپیوتری و دیکشنری های موبایل و غیره استفاده از دیکشنری های کتابی کمی کمرنگتر از قبل شده البته بیتوجهی و عدم آگاهی از استفاده صحیح و موثر از دیکشنری کتابی بماند استفاده از دیکشنری به شیوهی درست و موثر نیاز به دقت و توجه داره که جا داره کمی در تکنیک و روش های استفاده از دیکشنری ها تجدید نظر کنیم. همچنین به کارگیری الفبای فونتیک و بیان صحیح لغات رو در ابتدا رعایت کنید که در ابتدای یادگیری یک لغت تلفظ صحیحش رو یاد بگیرید. اگر تکنیک های استفاده درست از دیکشنری فراموشتون شده لازمه که یک بار دیگه به بخش مربوط به دیکشنری و تکنیک های استفاده از اون مراجعه کنید. از دیگران کمک بگیرید وقتی که با کسی ملاقات میکنید و یکی دو جمله انگلیسی به زبان میارید فکر میکنید که او بیشتر به چه چی چیزی توجه میکنه به لغاتی که به کار میبرید یا به ساختار گرامری اون احتمالا هیچ کدوم اون بیشتر به تلفظ شما دقت میکنه اگر نحوه تلفظ شما بد باشه او فورا پیش خودش فکر میکنه که شما چقدر بد صحبت میکنید تلفظ شما اولین تاثیرگذاری رو روی افراد محسوب میشه این یه موقعیت خوبه که میتونید از دیگرانی که احساس میکنید کمی یا حد زیادی از شما در زبان جلوتر هستند کمک بگیرید و از اونا بخواید که کلمات یا جملاتی که در ادای اونها دچار اشتباه هستید رو به شما گوشزد کنند یک فهرست از کلماتی که تلفظ اونا برای شما دشواره تهیه کنید و از یه دوست انگلیسی زبان بخواید که برای شما تلفظ کنه خوبه که صداش رو ضبط کنید و بعدا به اون گوش بدید و خودتون هم اون کلمات و جملات رو با صدای رسا تکرار کنید و ضبط کنید اگه چنین دوستی ندارید میتونید از نرم افزارها و دیکشنری های کامپیوتری و موبایلی و غیره که کلمات رو با تلفظ صحیح ادا میکنن استفاده کنید به کتاب های نواردار گوش بدید با تهیه و استفاده از کتاب هایی که دارای نوار یا سیدی صوتی هستند میتونید همزمان هم بخونید و هم گوش کنید بخشهایی از کتاب رو با صدای بلند بخونید و صدای خودتون رو ضبط کنید صدای خودتون رو با گوینده اصلی مقایسه کنید و سعی کنید اشتباهاتتون رو اصلاح کنید این یه تمرین بسیار عالیه چون به شما کمک میکنه که از اشتباهاتی که دائما مرتکب میشید آگاه بشید البته به طور مفصل در بخش مربوطه در مورد این تکنیک صحبت شده به اون بخش مراجعه کنید بخش فراگیری زبان با استفاده از مطالعه و بخش فراگیری زبان با استفاده از فیلم و منابع دیگه صبور باشید و عجله نکنید شما میتونید نحوه صحبت کردن خودتون رو بهبود ببخشید این موضوع یک شبه به دست نمیاد مردم اغلب به دنبال کسب نتیجه فوری هن و به همین دلیل خیلی زود دل سرد میشن و از تلاش دست برمیدارن البته این موضوع بیشتر در مورد زبان آموزان کم انگیزه صادقه به احتمال در تبلیغات دیدید که گفته شده آموزش زبان در یک ماه و ده جلسه و فشرده و فلان و فلان تاثیرگذاری و مفید بودن این گونه روش ها و این گونه جای کمی فکر و دقت داره فراگیری زبان قطعا نیازمند وقت، زحمت و تلاشه. مسلما اگر به دنبال فراگیری عمیق و کاربردی هستید، باید تلاش کنید، وقت بگذارید و صبور باشید. مطالبی که در یک بازه زمانی کوتاه و بدون کاربرد و تمرین و به استفاده به ذهن شما بیان و همون سرعت هم از ذهنتون خارج خواهند شد. بدون شک فراگیری زبان نیاز به تلاش و تکرار و تمرین داره. اما با پیروی از تکنیک های گفته شده شما رو با انگیزه بالاتر و با انرژی بیشتر پیش خواهد برد و کمک خواهد کرد که دلسرد و ناامید نشید. پس صبور باشید و عجله نکنید. سعی کنید فراگیری زبان رو تبدیل به یه تفریح روزانه کنید و از پروسه فراگیری زبان لذت ببرید. he washi.